در آستانه نشست استانبول منابع میگویند که ایالات متحده آمریکا، ترکیه، قطر و ملل متحد میکوشند که گروه طالبان را اطمینان بدهند که موافقتنامه قطر تا 11 سپتامبر عملی میشود و در مقابل این گروه مذاکرات صلح را اثر بگیرد و در برگزاری معنادار نشست استانبول نیز باید سهم داشته باشد. مجلس نمایندگان افغانستان نیز از طالبان میخواهد که در نشست استانبول اشتراک کنند. ما از طالبان می خواهیم که در نشست استانبول شرکت نموده و خواسته های خود را در این نشست مطرح و از این فرصت به نفع مردم افغانستان استفاده نمایند. همچنین از کشورهای اثرگذار منطقه و سازمان ملل متحد می خواهیم که در آستانه برگزاری نشست ترکیه طالبان را ترغیب نموده تا در این نشست شرکت نمایند. با اعلام خروج نظامیان آمریکایی با 5 ماه تاخیر تا 11 سپتامبر از افغانستان، گروه طالبان گفته است که تا بیرون شدن کامل این نیروها در نشست‌های صلح اشتراک نمی‌کند، اما حکومت افغانستان گفته که با یک تیم و طرح واحد عزم نشست استانبول خواهد شد. از سازمان ملل متحد می‌خواهیم افغانستان را در امر مبارزه با تروریسم جهانی همکاری کند و در جریان پروسه صلح از ارزش‌های مشترک دموکراتیک، حقوق زنان و حقوق بشر حمایت نماید. نشست استانبول در 24 ماه اپریل آغاز و برای 10 روز ادامه خواهد داشت. با نزدیک شدن زمان برگزاری این نشست، حکومت افغانستان از پاکستان و سایر کشورهای منطقه می خواهد که نقش سازنده در روند صلح داشته باشند. توقع ما از کشورهای منطقه این است که صلح یک حق بشری جامعه انسانی است و در این راستا نقش اساسی خود را ادا بکنند. ما انتظار داریم که کشورهای منطقه بخصوص پاکستان در تعهد و عمل خود در این خصوص صادق باشند. دیروز رئیس جمهور افغانستان نیز گفت که اگر کشورش ناامن باشد، پاکستان نیز ناامن خواهد بود. او انتخاب دوستی و دشمنی را به دست پاکستان گذاشت. موضوع ارتباط میگیره واقعا به حکومت پاکستان و به طالبان که چطور از فرصت به دست آمده استفاده مثبت بکنه. به پاکستان اگر واقعا خواستار یک پاکستان باثبات است، بنابراین باید در فکر واقعی افغانستان باثبات باشه. همزمان با این، وزارت خارجه افغانستان میگوید که سفیر چین در کابل در دیدار با معین سیاسی این وزارت از تداوم و حمایت کشورش از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی اطمینان داده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.